آزادی یک زندانی بریتانیایی استرالیایی در ایران. کایلی مور گیلبرت که به اتهام جاسوسی محاکمه شده بود با 3 زندانی ایرانی مبادله شد. در 60 دقیقه امشب با 2 زندانی سابق در ایران درباره سیاست این کشور در قبال زندانیان خارجی صحبت می‌کنیم. چرا حکومت ایران با وجود فشارهای بین‌المللی همچنان به زندانی کردن خارجی‌ها ادامه می‌دهد؟ در ادامه برنامه امشب، حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017. خوشبینی رئیس جمهوری ایران به چشمانداز حل اختلافات با آمریکا. روحانی میگوید دولت بایدن در اولین قدم باید سیاست‌های ترامپ را محکوم کند. زد یه خانومی اومد، یکی خانومای ایرانی اومد که نظر منو بزنن، ازم دفاع کنه، بعد اونم شروع کردن بزدن. رویاهایی که به کابوس بدل شد. گزارشی از بدرفتاری پلیس کرواسی با 10 پناهجوی ایرانی و افغان. و در گذشت اسطوره آرژانتینی فوتبال جهان، دیگو مارادونا در پی حمله قلبی چشم از جهان فرو بست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. تلویزیون ایران گزارش داده که کایلی مور گیلبرت، زندانی بریتانیایی استرالیایی در ایران، با 3 زندانی ایرانی در خارج مبادله شده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ازای رها شدن او، 1 فعال اقتصادی و 2 شهروند ایران آزاد شدند. خانم گیلبرت پژوهشگر سیاست خاورمیانه است و 2 سال پیش به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در یک کنفرانس به ایران سفر کرد، ولی هنگام خروج از ایران بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده بود. یک روز قبل همسر احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که او هم به همکاری با اسرائیل متهم شده، خبر داد که آقای جلالی در خطر اعدام است. یکی معاوضه می شود و دیگری در آستانه اعدام است. هر دو به اتهاماتی مشابه. بسیاری از بستگان زندانیان دو تابعیتی خارجی در ایران معتقدند عزیزانشان توسط حکومت گروگان گرفته شدند و وجه المصالحه اند. سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی از زمان اشغال سفارت آمریکا شروع شده و عده‌ای معتقدند که این سیاست در 4 دهه اخیر ادامه یافته. بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از آرش مومنیان. تبادل یک بریتانیایی استرالیایی که در ایران زندانی بود با 3 زندانی ایرانی. کایلی مور گیلبرت، 31 ساله، پژوهشگر خاورمیانه و تحصیل کرده دانشگاه کمبریج، 2 سال پیش وقتی می‌خواست از ایران خارج شود بازداشت شد. به اتهام جاسوسی محاکمه اش کردند و به 10 سال زندان محکوم. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده. و می‌گویند این 3 ایرانی به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا در خارج زندانی بودند. نه اشاره‌ای به هویتشان شده، نه کشوری که بازداشتشان کرده بود. اما به نظر می‌رسد 2 نفر از آنها همان کسانی هستند که 8 سال پیش به اتهام تلاش برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند، یکی به 15 سال زندان و دیگری به حبس ابد محکوم شده بود. این اولین بار نیست که ایران شهروندان خارجی و گاهی دو تابعیتی را که به زندان انداخته به این شکل آزاد می‌کند. بیش از 9 ماه پیش ایران رولان مارشال، جامعه شناس فرانسوی، را با جلال روح الله نژاد معاوضه کرد. آقای روح الله نژاد در فرانسه بازداشت بود و قرار بود به آمریکا مسترد شود به اتهام دور زدن تحریم‌ها. آقای مارشال برای دیدار با همکار و شریکش فریبا عادل‌خواه به ایران آمده بود که بازداشت شد. ایران نزدیک به 1 سال پیش هم جیاو وانگ، تبعه آمریکا، را آزاد کرد در ازای آزادی مسعود سلیمانی که به اتهام نقض تحریم ایران 14 ماه در آمریکا زندانی بود. آقای وانگ که پژوهشگر تاریخ است، بعد از آزادی ایران را به گروگانگیری متهم کرد. پرونده احمدرضا جلالی اما در این بین به یکی از حساس‌ترین موارد تبدیل شده. جمهوری اسلامی میگوید این پژوهشگر ایرانی سوئدی برای اسرائیل جاسوسی کرده و به او حکم اعدام داده. وزیر خارجه سوئد به تازگی درباره احتمال اجرای حکم او در آینده نزدیک ابراز نگرانی کرده و منابعی غیر رسمی گفتند احتمال اجرای حکم آقای جلالی بعد از آن بیشتر شد که به درخواست ایران برای مبادله او با اسدالله اسدی پاسخ منفی دادند.
آقای اسدی دیپلمات سابق سفارت ایران در اتریش است که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گرد همایی مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس حالا در بلژیک محاکمه می شود. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، نامی در یکی دیگر از پرونده های مطرح. او به پایان دوران 5 سال محکومیتش نزدیک می شد که ایران اتهامات جدیدی علیهش مطرح کرد. درست یک روز بعد از آن که جلسه دادگاهی در بریتانیا برای رسیدگی به یک بدهی قدیمی این کشور به ایران به تعویق افتاد. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری و وکلای او بارها حکومت ایران را متهم کرده اند که از او به عنوان اهرم فشاری برای تسویه حسابهای قدیمی با بریتانیا استفاده می کند. خانم زاغری در پرونده اولش به جاسوسی متهم شده بود، اتهامی که هرگز نپذیرفت. در فهرست دو تابعیتی ها و اتباع خارجی زندانی در ایران نام‌های زیادی هست. از فریبا عادل‌خواه تا سیامک نمازی، باقر نمازی، مراد طاهباز، ناهید تقوی و شماری دیگر. نام‌هایی که هر یک ممکن است سند آزادی یکی از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران از زندان‌های خارج از کشور باشد. آرش مومنیان، بی بی سی. همکارم جیار گل از مرکز لندن به ما پیوسته. جیار، رسانه های ایران منتشر نکردن هویت سه ایرانی رو که مبادله شده، اما گمان زنی های مطرح شده درباره هویت این سه نفر، چی میدونیم درباره شون؟ خب رانا، من تحقیقاتی کردم حقیقتا ببینم آیا هیچ شهروند ایرانی به اتهام دور زدن تحریم ها در تایلند اصلا در چندین سال گذشته بازداشت شده. ما هیچ گزارشی از این نداریم، اما اگه همونجوری هم که گزارش اشاره کرد در سال 92 دو ایرانی به اسم سعید مرادی و محمد خزائی در تایلند به اتهام قصد قتل دیپلمات‌های اسرائیلی محکوم شدن. یکی از اونها که سعید مرادی در حقیقت دو پایش رو در انفجار بمبی که در برحال تحت تعقیب پلیس تایلند بوده داشته فرار میکردی، میخواسته این مواد منفجره، این تحقیقات پلیس در دادگاه مطرح شد، پرت بکنه و در این مواد منفجره برحال منفجر میشه و باعث میشه که خودش دو پایش رو از دست بده. اگه یادتون باشه با چرخ دستی در دادگاه حاضر شد. این ایرانی ها این اتهامات رو رد کردن، اما دادگاه معتقد بود اونا ماموران اطلاعاتی ایران هستن که آقای خزائی رو به 15 سال به خاطر نگهداری مواد منفجره محکوم کرد و در حقیقت سعید مرادی میتونست حکم اعدام بگیره، اما به خاطر شرایطش به او حکم ابد دادن. اگه نگاه کنیم به این ویدیویی که در معاوضه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اینو منتشر کرده، ما میبینیم اولین شخصی که وارد میشه روی صندلی چرخدار نشسته، دو پا نداره و به احتمال بسیار زیاد همون افرادی هستند که سال 92 در دادگاه تایلند اینا محکوم شدن. حالا البته همون موقع هم گفتن که یک خانم ایرانی هم بوده، اون توانسته خودش رو به ایران برسونه، اما یک شهروند دیگر ایرانی هم در مالزی که از تایلند فرار کرده بود همون موقع دستگیر شده بود و تایلند خواهان استرداد او بود، اما هیچ خبری از سرنوشت این فرد نبود. مشخصی فرد سومی که به ایران بازگردانده شده آیا همون شخصی که در تایلند دستگیر در مالزی دستگیر شده بود یا نه واقعا شخصی بوده که تحریم ها رو دور زده و با این زندانی بریتانیا استرالیایی معاوضه شده؟ متشکرم. جیار گل از لندن با ما. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار واشنگتن پست و زندانی سابق در ایران، از واشنگتن دی سی با ماست. آقای رضاییان به اتهام جاسوسی 544 روز در زندان‌های ایران بود و در دی ماه 1394 از زندان آزاد شد. آقای رضاییان، خوش آمدید به برنامه. دیدم که در توییتر نوشته بودید که از چشم‌های خانم گیلبرت حال او رو درک می‌کنید. از تجربه خودتون بگید، اون لحظه ای که به زندانی اعلام میکنند که قرار مبادله بشن. شما صدای منو میشنوید آقای رضاییان؟ آقای رضاییان صدای منو دارید؟ نوشته بوده در توییتر که از اضطرابی که در چشمای خانم گیلبرت میبینید براتون آشناست. از اون لحظه ای بگید که زندانی بهش اطلاع داده میشه که قراره مبادله بشه با زندانی دیگری و بهش اطلاع میدن که آزاد شده، اون لحظه چه میگذره در ذهن زندانی؟
البته همینطوری گفتم این خیلی مهمه که باید به این موارد به عنوان موارد گروگانگیری اشاره بشه و میخوام بگم که در درجه اول من خیلی خوشحالم و خیالم آسوده شده که دکتر مور گیلبرت در نهایت آزاد شده، بیش از 3 سال به صورت ناعادلانه به عنوان گروگان اونجا بوده و در اون لحظه آزادی یک احساس تسکین و آسایش هست و البته این حس هم هست که اصلا من چرا باید این اتفاق از اول برام می افتاد؟ این همه وقت زندگی آدم به هدر میره به خاطر هیچ و خب این خیلی وحشتناکه. و نکته دیگر این که این مسیر طولانی که بعد پیش روی او خواهد بود برای اینکه دوباره سلامت خودش رو به دست بیاره، از دشواری‌هایی که پیش روی خودش هست خبری نداره و امیدوارم که بتونه که در این مسیر موفق باشه به کمک خانواده‌اش. اشاره کردید که فکر می‌کنید که این یک گروگانگیری، بر اساس چه شواهدی چنین نتیجه‌ای می‌گیرید شما؟ من فکر میکنم باید از زاویه معکوس بهش نگاه کنیم. بر اساس کدوم شواهد و مدارک میگن که اصلا زندانیش کرده بودن؟ این قانونی است که بیش از 40 سال برمیگرده به عقب، از زمان تأسیس جمهوری اسلامی، برای بازداشت کردن خارجی‌ها بر اساس هیچ گونه شواهدی و شواهدی که ارائه نمیشه در هیچ دادگاهی و خب هیچ کشور آزادی خواه و آزادی دوستی که دموکراتیک باشه نمیاد که دادگاه ها رو اینطوری پشت درهای بسته برگزار کنه. برای من تا زمانی که جمهوری اسلامی نیاد و شواهد خودش رو اداره ارائه نکنه، من به این موارد میگم که موارد گروگانگیری هستن، چون این چیزی که واقعا هستن. اینکه جامعه جهانی تن میده به خواست ایران فرضاً مبادله زندانی یا آزاد کردن مبالغی از اموال ایران در ازای آزاد کردن زندانی، آیا دامن نمیزنه به ادامه این رفتار جمهوری اسلامی؟ من فکر میگم اینجا دو تا بحث هست. نکته اصلی و اولین نکته اینه که دولت‌های مسئول چه کار میکنن؟ مثلا دولت آمریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، دیگر کشورهای اروپایی، استرالیا در این مورد خاص. اونها یک مسئولیتی دارن که خب امنیت و سلامت شهروندان خودشون رو تضمین کنن. اما فراتر از اون این مسئله است که ما در تمام این سالها براش راه حلی پیدا نکردیم، کاری دربارش نکردیم. من فکر میکنم که این لزوماً اونها رو بهشون انگیزه بیشتری نمیده، ولی چیزی که ما نمیگیم، معمولاً راجب صحبت نمیکنیم، این تأثیری که روی چهره ایران در جهان داره از نظر بیزنس و کسب و کار. در پی توافق برجام در سال 2016 مقام های ایرانی خیلی ناراحت بودن از اینکه بیزنس های جهانی هجوم نبردن به سمت ایران که با اونها کار کنن، معامله کنن. و خب واکنش جامعه جهانی بود که چطور میتونیم اعتماد کنیم و خیالمون راحت باشه از امنیت پرسنل ما، کارکنان ما در ایران، وقتی شما دائم میایید اینها رو گروگان میگیرید. و من فکر میکنم که در چنین روزهایی مثل این روز نتیجهشو میبینیم وقتی که چنین تبادلهای انجام میشه بین زندانی ها. در نهایت ایران باید بفهمه که این بهایی است که میپردازه و این واقعا ارزش این رو نداره. این سیاست، فکر میکنید که عملکرد دونالد ترامپ در زمینه این زندانی های دو تابعیتی و جمهوری اسلامی چطور بود؟ فکر میکنم این وضعیت همچنان وضعیت سیال و در حال تغییر هست در ایران. نمیدونم چه تلاش های انجام شده، چه مذاکراتی انجام شده پشت درهای بسته. چیزی که من میگم اینه که دولت ترامپ خیلی مؤثر بوده و موفق بوده در بازگرداندن گروگان های آمریکایی از نقاط مختلفی در جهان، از جمله ایران به آمریکا. اما چیزی که نمیدونیم اینه که چه امتیازهایی داده برای این گروگان ها و آزادی اونها. اما باز باید بگم عقیده شخصی من اینه که دولت ها خب باید یه کاری رو که باید بکنن و اون اینه که شهروندان خودشون رو به صورت امن و صلحی و سالم به کشور خودشون برگردونن. اما کار دیگر اینه که جامعه جهانی باید تصمیم بگیره که چیکار کنیم که رفتارهای اینچنینی از رژیم‌هایی مثل ایران، ترکیه، چین و دیگران رو، مثل ونزوئلا، اینها رو چیکار کنیم که این رفتار برای اونها هزینه‌اش بیشتر باشه و دشوارتر باشه. متشکرم از شما، جیسون رضاییان.
و ما در ادامه برنامه با یک زندانی سابق در زندانهای ایران گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از اون هادی قائمی رو در برنامه داریم. آقای قائمی، میدونم که سازمان شما بیانیه‌ای منتشر کرد در باره خبرهایی که راجع به آقای احمد رضا جلالی منتشر شد به عنوان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. چی میدونیم درباره پرونده در این مقطع؟ میدونیم که آقای جلالی حکم اعدام داره. سالهاست که این حکم سایه شوم خودش رو بر پرونده اون انداخته و همکنون خانواده و وکیل اون اطلاع رسانی میکنند که اون از بند بیرون برده شده و حتی تلفن خداحافظی آخرش رو زده و در معرض اجرای حکم قرار داره. و این بسیار جامعه جهانی که این پرونده رو دنبال کردن تکون داده، از ماموران ویژه سازمان ملل تا دولت سوئد تا سازمان‌های حقوق بشری، و 149 برنده جایزه نوبل همین دیشب نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشتند و امیدواریم که این حکم اجرا نشه، چرا که فوق‌العاده ناعادلانه خواهد بود و جان یک انسان بی‌گناه رو خواهد گرفت. آقای قائمی، فکر می‌کنید که چرا رویکرد جمهوری اسلامی در دو پرونده با اتهام‌های تقریباً مشابه اینقدر متفاوته؟ در رابطه با خانم گیلبرت مبادله زندانی، در رابطه با آقای جلالی تهدید به اجرای حکم اعدام. بله، از آنجایی که این مذاکرات که کاملاً حالت مذاکرات گروگانگیری رو دارند، در هیچ گونه اطلاعات جانبی در موردش کسب نمیشه، نمیشه گفت که الان ایران داره دو جور مختلف عمل میکنه. در حقیقت من میبینم که کلن یک مومنتوم یا تنش به جلوی در مسئله گروگانهای دوتابیتی و خارجی به وجود اومده و بیشتر در مورد بقیه هم خواهیم شنید. احتمالاً مذاکراتی در پشت پرده با همه کشورها هست. حالا چرا میخوان حکم اعدام آقای جلالی رو در حال حاضر اجرا کنن؟ به نظر من برمیگرده به اینکه با کدوم دولت دارن مذاکره میکنن و درخواستشون چیه. آیا همونجور که در گزارش خودتون گفتید برمیگرده به دیپلمات سابقی که در بلژیک در زندان به سر میبره، یا زندانیان دیگری رو هم شامل میشه؟ من فکر میکنم این جزی از اون مذاکرات هست و اینکه هر کشوری داره جدا جدا با ایران این گونه مذاکرات رو انجام میده اشتباه بسیار بزرگیه که میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. خواستم پرسم، چون فرضاً کشورهای مثل آمریکا موفق شدن، فرضاً آقای جیسون رضاییان رو تونستن آزاد بکنن، اما می‌بینیم که بریتانیا در رابطه با کیس نازنین زاغری این همه سال گذشته و هنوز موفق نشدن. چرا فکر می‌کنین عملکرد کدومی که از این کشورها موفق تر بوده؟ من فکر میکنم کلن این که این رو یک رابطه دو طرفه به وجود آوردن بین ایران و کشوری که مذاکره میکنه اشتباه هست، چون که این موجب میشه که زندانی دوتابیتی یا خارجی کاملا مهره‌ای باشه به عنوان گروگان و شخصیت خودش، زندگی خودش، اینکه سالها و میتونه در زندان بدون دلیل باشه، به هیچ عنوان وارد مذاکرات نمیشه. در حالی که اگر همه این کشورهایی که تابعانشون در ایران در زندان هستند با همدیگه یک به طور متحد این عمل وقیح رو محکوم می‌کردند و درخواست آزادی شهروندانشون رو می‌دادند، شاید دولت ایران تا این حد تشویق نمی‌شد که جدا و تا اون جایی که بر اساس عملکرد و نیازهای خودشون باشه پیش بره. و الان هم ما در موقعیتی هستیم که می‌دونیم حکومت ایران نیاز فوق‌العاده‌ای برای شروع مذاکره با آمریکا و اروپا داره در مورد برجام و تحریم ها و بسیاری مسائل دیگه، و الان به نظر من مهم هست که اون اتحاد به وجود بیاد که این افراد آزاد بشن و این نحوه گروگانگیری به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی ایران به پایان برسه. از زمان گروگانگیری سفارت آمریکا 40 سال پیش تا کنون این شده یک نوع روند دیپلماتیک سیاست خارجی ایران که باید محکوم و متوقف بشه، چرا که زندگی بسیاری از انسانهای بیگناه رو به تباه داده.
امیدوارم شنیده باشید صحبت‌های آقای رضاییان رو که معتقد بودن که دونالد ترامپ در قبال ایران و بسیاری از در واقع زندانیان آمریکایی در سراسر دنیا خوب عمل کرد. فکر می‌کنید که با روی کار آمدن جو بایدن و روی کرد متفاوت او در قبال ایران ممکنه ایران رفتارش رو تغییر بده؟ ببینید، بستگی داره به تمام موارد دیگه‌ای که ایران با دنیای خارج مشکل داره و ایران کلن باید این تصمیم رو بگیره که اگر میخواد وارد جامعه جهانی بشه باید این گونه عملکردهای نامتعارف غیرقانونی و حقیقتش غیرانسانی رو از سیاست خارجیش کنار بگذاره. هر گونه پیشرفت دیگه هم در موارد دیگه باشه تا وقتی که این گونه پرونده ها در ایران چهره ایران رو به جامعه جهانی نشون میدن و همونطور که آقای رضاییان گفت، برای مثال هیچ وقت بیزنس های معتبر پا نمیشن برگردن ایران، حالا حتی اگه تحریم ها برداشته بشه، و این نباید جای تعجبی برای زمامداران جمهوری اسلامی باشه. متشکرم از شما هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. نزار زکا، کارشناس فناوری ارتباطات و همچنین زندانی سابق در ایران، از واشنگتن دی سی با ماست. آقای زکا به اتهام جاسوسی 1362 روز در زندان‌های ایران بود و خرداد ماه پارسال از زندان آزاد شد. آقای زکا، خوش آمدید به برنامه. شما پیش از این گفته بودید که بازداشتتون در ایران گروگانگیری بوده. نظرتون راجع به خانم گیلبرت چیه؟ آقای زکا، نمیدونم بله، ممنونم از سوال شما و ممنونم از دعوتتون. خب خیلی خیلی خوشحالم و مشعوف هستم از اینکه ببینیم که کایلی بالاخره آزاد شده. خب من خیلی میتونم بفهمم که او چقدر رنج کشیده. او با من بود در بند دو الف اوین و من فکر می‌کنم که دولت‌ها باید خیلی سریع‌تر اقدام می‌کردن تا او زودتر آزاد بشه. با هم در یک بند بودید؟ بله، هر دوی ما در دو الف بودیم. این بخش به اصطلاح سپاه پاسداران، بخش اطلاعات سپاه هست در اوین و البته ما در هر دومون در این بخش بودیم و خب جیسون رضاییان هم در همون بخش بود، ولی خب جیسون رضاییان قبل از ما اونجا زندانی بود. آقای زکا، هم شما به دعوت مقام‌های ایران به ایران رفته بودید و بازداشت شدید، هم خانم گیلبرت. فکر می‌کنید که با توجه به چنین اتفاقاتی و تکرارش چرا کماکان هستند عده‌ای از اتباع خارجی که اعتماد می‌کنند به مقام‌های ایران و سفر می‌کنند به این کشور؟ من خیلی احساس همزادپنداری میکنم با کایلی، برای اینکه اتفاقی که برای او افتاد شبیه اتفاقی بود که برای من افتاد. او دعوت شده بود، من دعوت شده بودم و هر دوی ما به گروگان گرفته شدیم و در ازای منافع سیاسی برای ایران، مبادله با منافع سیاسی برای ایران آزاد شدیم. در واقع باید بگم ملاقات با ایرانی ها، رفتن به ایران، یکی از بهترین مردمی هستن که میتونید باهاشون ملاقات کنید. سفر خیلی زیبایی بود برای من. و بعد اون وقت شما این رژیمی رو دارید که کل ایران رو کنترل میکنه و مردم ایران رو هم گروگان گرفته و خب برای این است که مردم احتمالاً دوباره و دوباره خارجی‌ها دوباره اونجا میرن، ولی خب میدونید این باعث میشه که سالها و سالها لطمه بخوره به ما، به روحیه ما. نمیدونیم که کی میتونیم بهبود پیدا کنیم از این شرایط و من افراد دیگری رو دیدم که دچار این شکنجه و شکنجه های روحی و روانی شدن. من خیلی خیلی خوشحالم. من الان که میبینم که داره بالاخره ایران رو ترک میکنه، یک حس شادی خیلی عظیمی هست که حس میکنم، اگرچه که باز همزمان خیلی نگران دوستم احمد رضا جلالی هستم. همزمان او هم در بخش هفت اومده بود، جایی که من بودم.
ندامتگاه هفت بخش هفت که اونجا یک روز قبل از اینکه برم اونجا اومده بود و حالا با خطر اعدام مواجه هست. حالا هر چی، من واقعا امیدوارم که او هم به زودی با ما باشه، دوباره سالم و سلامت با ما باشه. آقای زکا، وقتی به سرنوشت کسانی که آزاد شدن و کسانی که کماکان در بندند، دو تابعیتی ها و خارجی ها نگاه میکنید، آیا یک روندی میبینید در رفتار ایران، یا اینکه نه کاملا هر پرونده متفاوت از پرونده دیگه است؟ دو چیز هست که همزمان باید ببینیم. یک مدلی هست، یک بزنس مدل هست به اصطلاح، یعنی اینها که افرادو برمی‌دارن، میگیرن، گروگانشون میگیرن و بعد اونها رو به اصطلاح پروموت میکنن، یه چهره خاصی، یه برند خاصی از اونها ارائه میکنن. وزارت اطلاعات و خب سپاه پاسداران ممکنه دو نهاد باشن، ولی در نهایت مدلشون، مدل کاریشون یک چیزه. افراد رو گروگان میگیرن و بعد اونها رو به عنوان یک جاسوس، به عنوان یک مهره شطرنج بازاریابی میکنن و سعی میکنن که یک چیزی در ازای اینها دریافت کنن. حالا ممکنه افراد مختلفی رو با پروفایل های مختلف، با کارنامه های مختلف اینها رو به گروگان بگیرن، اما در نهایت یک مدل بیزنسی و یک کار دکانی هست که برای خودشون راه انداختن. و تا زمانی که جامعه جهانی نیاد و جلوی جمهوری اسلامی نایسته، این اتفاق تکرار خواهد شد. من اینو قبلا هم گفتم، بازم باید بگم، بازم باید تکرار کنم. مثلا بری روزن به عنوان یک 40 سال پیش در سفارت آمریکا در جمهوری اسلامی در تهران گروگان گرفته شد و همچنان داریم همون پترن و همون الگو رو میبینیم که بدون توقف لاینقطع داره تکرار میشه و کسی که از اینجا منفعت میبره، دارن ازش منفعت میبرن جمهوری اسلامی، برای اینکه جامعه جهانی متحد نیست در برابر این اقدام تروریست دولتی، این جنایت علیه بشریت. من فکر میکنم وقتش رسیده. الان کسانی هستین، میدیدین احمد رضا جلالی رو دارید، جیسون رضایان رو داشتید از آمریکا، من رو از لبنان، شهروند استرالیایی، همه این افراد رو داشتیم. این یک پترنه که همواره داره به همون شکل تکرار میشه. متشکرم. شما نظر زکا، زندانی سابق در ایران. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر آمریکا به برجام بازگردد، این کشور هم به تعهداتش در آن برمیگردد و راه برای حل مسائل بعدی هموار میشود. حسن روحانی این سخنان را تنها یک روز پس از آن بیان میکند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکره بی‌نتیجه بوده و نمیتوان به آمریکا و اروپا اعتماد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا آماده میشود تا کمتر از دو ماه دیگر ریاست جمهوری را از دونالد ترامپ تحویل بگیرد. او و یارانش پیشاپیش از تمایل خود به بازگشت به برجام و تلاش برای تمدید و تقویت آن خبر دادند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ایران در آستانه آغاز به کار دولت جدید آمریکا خواهان بازگشت این کشور به دوران پیش از خروجش از برجام است. تعهد در برابر تعهد. رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش آماده است تا اجرای تعهدات خود در برجام را از سر بگیرد. کاهش تنش در برابر کاهش تنش، به شرط آنکه آمریکا هم به برجام بازگردد. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017، یعنی پیش از این امضا که 2.5 سال پیش آغاز خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد. سیاستی که با هدف قرار دادن مهمترین درآمد ارزی دولت، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داد. دونالد ترامپ می‌خواست با اعمال سیاست فشار حداکثری ایران را پای میز مذاکره برای توافقی دیگر بکشاند. توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را
هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند. رئیس جمهوری ایران در سخنان امروز خود به طور غیر مستقیم خطاب به دولت جدید امریکا گفت که بازگشت به شرایط 4 سال پیش میتواند مسیر را تغییر دهد و راه را برای مراحل بعدی هموار کند. و این میتونه حل بزرگی برای بسیاری از مسائل و مشکلات باشه و مسیر و شرایط رو کاملا تغییر بده و بعد مراحل بعدی رو میشه ادامه داد در بخش‌های مختلف. گره اصلی با یک اراده و با یک تصمیم میتونه این گره گشاده بشه و باز بشه. مشخص نیست که آیا اشاره آقای روحانی به مراحل بعدی همان نگرانی‌های اروپا و امریکا درباره فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است یا خیر. در مورد موشک، اما دیروز رهبر جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که ایران درباره برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ایش مذاکره نمی‌کند. خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل، دین و دنیا اونها رو رد می‌کنه، انبار می‌کنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در صراط این چیزا هست. حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزه. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید، خب به شما چه ربطی داره؟ آقای خامنه ای در این سخنان تجربه مذاکره با غرب برای رفع تحریم ها را بیفایده خواند، اما گزینه مذاکرات را به طور قطعی نفی نکرد. مسئله رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم. انتقاد جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا از خروج دولت ترامپ از برجام انتظارهای جدیدی ایجاد کرده. هنوز برای اظهار نظر قطعی درباره سیاست دولت جدید امریکا زود است و معلوم نیست که اختلافات دیگر با ایران غیر از مسئله هسته‌ای را دقیقاً چطور می‌خواهد حل کند. هرچند به نظر می‌رسد که رویکردش به طور کلی ادامه راهی است که دولت اوباما در پیش گرفته بود. شیدا هوشمندی، BBC. ریچارد جانسون، هماهنگ کننده دفتر اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا در دوران باراک اوباما، از واشنگتن دی سی با ماست. آقای جانسون، خوش آمدید به برنامه. جو بایدن 2 ماه پیش از انتخابات در یادداشتی گفت که تصمیم داره اول به برجام برگرده و بعد تلاش بکنه که اون رو تمدید بکنه. رئیس جمهوری ایران هم امروز گفت که باید اول چنین کاری برداشته بشه، قدمی برداشته بشه. به نظر شما آقای بایدن چه چالش هایی پیش رو داره برای بازگشت به برجام؟ خیلی ممنونم از دعوت شما. روشنه که خب خیلی چیزا عوض شده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد در ماه می 2018. هم ایالات متحده و هم ایران اقداماتی رو انجام دادن که خب در چارچوب پایبندیشون به توافق نبود. ایالات متحده تحریم‌های زیادی رو وضع کرد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی که بعضی‌هاشون مربوط به هسته‌ای بوده، بعضی‌هاشون نبوده. ایران هم از اون طرف رفته سطح غنی‌سازی اورانیومش رو به فراتر از اون سطح مجاز توافق برده، همینطور در زمین سانتریفیوژ هم که کارایی کرده. خب الان هر دو طرف باید سعی کنن که به اون زمان عقب برگردن. چیزی که من میفهمم اینه که اونطور که رئیس جمهور منتخب جو بایدن گفته در طول کمپین انتخاباتیش، گفته ایران باید برگرده، اگر برگرده به تعهدات خودش در چارچوب برجام، آمریکا هم چنین میکنه. یک چالشی که پیش روی او خواهد بود اینه که دولت ترامپ تحریم‌های جدید نسبتاً پرشماری وضع کرده که به بحث هسته‌ای مربوط نبودند، بلکه به بحث رفتار ایران مثل تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیکیش مربوط بودند. بنابراین این سوال هست که کدوم یا چند تا از این تحریم‌ها یا همه این تحریم‌ها رو آیا آمریکا برخواهد داشت یا نه. از طرف دیگر ایرانی‌ها باید برگردن به اون تعهدات خودشون در چارچوب برجام. بعضی از این تعهدها، قدم‌های ایران به راحتی نمیشه به عقب برگشت، مثل بحث تحقیقاتشون در زمینه سانتریفوژها یا راکتور.
کشورها. بنابراین باید این اطمینان حاصل بشه که هر دو طرف بفهمند که نیاز به زمان هست، شاید چند ماه زمان برای انجام این فرایند لازم باشه. دیروز رهبر ایران گفت که روش مذاکره رو امتحان کرده و نتیجه نگرفته. فکر می‌کنید که آقای بایدن چطوری میتونه دوباره اعتماد او رو جلب بکنه برای بازگشت به برجام؟ چیزی که من سالهاست که دارم میگم اینه که مهمترین نکته اینه که یک خط تعامل یا ارتباط رو بین ایران و آمریکا باز کرد تا تنش کمتر بشه. و اگه دقت کنید حدود یک سال پیش ما وضعیت خیلی خطرناکی داشتیم، حتی ممکن بود جنگ در منطقه شعله ور بشه. بنابراین فکر میکنم قدم اول اینه که یک جور تعامل، حالا یا به صورت دو جانبه یا از طریق گروه 5+1 و اروپایی ها در چارچوب کمیسیون مشترک انجام بشه، یک اقدامی بشه که دقیقاً بازگشت به توافق نباشه ولی خب تماس ها رو دوباره برقرار کنه. و من میگم که هم آمریکایی ها، مقام های آمریکایی، کارشناسان آمریکایی اینو میگن، هم مقام های ایرانی اینو میگن. به قول انگلیسی ها میگن که تا نخوری ندانی، یعنی برهان قضیه در خود اون اقدام هاست نه در حرف. بنابراین باید یک مسیری ترسیم کنیم برای اینکه دوباره ایران، آمریکا از یک طرف ببینه که ایران میخواد برگرده و یک تعهدی داره که برجام رو در آینده بتونه گسترش بده، بس بده، مثلا به بحث موشک‌ها، مثلا به بحث رفتارش در منطقه. و اون وقت میتونیم شاهد یک شرایطی باشیم که تنش زیادی نباشه در زمینه هسته‌ای. و اون وقت وقتی که اون محقق بشه، فکر میکنم که میتونیم از زمانی که فراهم خواهد شد استفاده کنیم برای مذاکرات اضافی. ولی خب همونطور گفتم اول چند ماهی وقت لازمه که به اونجا برسیم. روزنامه وال استریت جورنال امروز مقاله نوشته بود، درش گفته بود که عده‌ای فکر میکنن که آقای بایدن بهتر عجله نکنه، از این مجموعه تحریم‌هایی که دونالد ترامپ وضع کرده استفاده بکنه برای امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی. ممکن آقای بایدن چنین اقدامی بکنه؟ Well, I obviously don't speak for the Biden. طبیعتاً من نمیتونم از جانب تیم گذار بایدن صحبت کنم، فقط میتونم نظر خودم رو بگم. ولی با توجه به چیزی که او و تیمش در دوران کمپین گفتند، و اون این بود که اگر ایران آماده بود که برگرده به تعهداتش، آمریکا هم حاضر خواهد بود که چنین کنه، یعنی که تحریم‌های مربوط به قسمت هسته‌ای رو برداره، این بحث هست. بنابراین همونطوری گفتم، اما این بحث منطقه خاکستری هم هست، یعنی اون تحریم‌هایی که هسته‌ای نیستن. و خب یادتون باشه که حتی در زمینه، در موقع دوره اوباما هم ما تحریم‌های علیه ایران داشتیم، در حین مذاکره تحریم‌هایی داشتیم که مربوط به بحث هسته‌ای نبودن و همزمان وضع می‌شدن. بنابراین دو طرف باید نشون بدن که حاضرن برگردن به پایبندیشون به برجام، و همزمان یک بحثایی هم راجع به به اصطلاح منطقه خاکستری انجام بدن، حالا چه بحث تحریم‌های آمریکایی باشه یا چه بحث فعالیت‌های ایران باشه. در نهایت بحث فقط بحث مذاکره برای برجام نیست، بحث عمل کردن و اجرای شدن برجام هست. در نهایت مسیر دیالوگ و مکالمه و گفتگو متوقف نباید بشه و باید به این سمت بریم. متشکرم. ریچارد جانسون، هماهنگ کننده دفتر اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا در دوران باراک اوباما. بی بی سی فارسی با ده‌ها پناهجوی ایرانی و افغان صحبت کرده که میگویند پلیس کرواسی نه تنها کتکشان زده، بلکه موبایل و پولشان را هم گرفته و بعد به بوسنی برشان گردانده. پس فرستادن پناهجویان از مرز خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. فرهام قبادی با عده‌ای از آنها صحبت کرده. بعضی از آنها به مقصد رسیدند، اما آثار ضرب و جرح بر جسم و جانشان مانده. این گزارش رو ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر گزارش ممکن آزاردهنده باشه. بدنهای سیاه و کبود مهاجران ایرانی و افغان، صورت ورم کرده از کتک، میگویند بلایی است که پلیس کرواسی سرشان آورده.
عکس‌هایی که به دست ما رسیده جای ضربات باتوم را روی بدن‌هایشان نشان می‌دهد. و عکسی که چند ماه پیش انتشارش در رسانه‌ها جنجال آفرید. این پاهای رویاست، یک پناهجوی ایرانی بعد از ضرب و جرح پلیس کرواسی. رویا حالا با قایق به بریتانیا رسیده، با گذر از کانال مانش. به دیدن او رفتم بیرون اقامتگاهی که در لندن مستقر است. هنوز بعد از 5 ماه لنگ لنگان راه می رود و دستش در آتل است. ما تو کلبه بودیم، تقریبا فکر کنم نصف شب بود، پلیس ریخت ما رو گرفت. همین هن یه پسر 17-18 ساله با همون ترسید، اومد فرار کنه چون تمام روبنده داشتن و ما متوجه فقط دو تا چشم میدیدیم. این پسر بچه ترسید، اومد فرار کنه، پلیس گرفت، شروع کرد کتک زدن. من رفتم جلو گفتم این بچه است، برای چی میزنین؟ شروع کردن منم بزدن. بعد و اینکه با کتکی که زدن دست راستم قسمت آرنج عیب دیده و پای چپ هم از قسمت زانو الان قف میکنه به مشکل خورده. پسری که رویا از او صحبت میکند نامش دانیال است، جوانی که در مسیر پناهجویی 18 سالش شد. در کرواسی با هم کتک خوردند و از فرانسه با هم سوار قایق شدند تا به بریتانیا برسند. دانیال حالا در اقامتگاهی در محله دیگری از لندن است. منو میزد، یه خانومی اومد، یکی خانومای ایرانی اومد که نذاره منو بزنن، ازم دفاع کنه، بعد اونم شروع کردن بزدن. اون یکی خانومم این صحنه رو دید، از حال رفت، حالش هم خیلی بد بود، بعد باردارم بود، حال از حال رفت و سوار ماشینمون کردن. در مسیر پناهجویی اعضای خانواده دانیال در کشورهای مختلف گیر افتادند. مادرم من داخل ترکیه است، اون گیر کرده تو ترکیه و کار سیاه و اون چیزا، بعد برادرم داخل یونانه. اما پناهجویان زیادی شانس رویا و دانیال را نداشتند، نه تنها کتک خوردند بلکه آنها را به بوسنی برگرداندند. یکی از آنها این زن 39 ساله ایرانی است. حتی در کشور کرواسی به علت بیماری که داشتن در بیمارستان بستری شدم و در آخر با بدترین شکل منو دیپورت کردن و پول و گوشی رو از من گرفتن. با الفاظ رکیک به من گفتن گم شو ایرانی تروریست، گم شو. چندین پناهجوی دیگر روایت‌های خود را برای ما فرستادند. 15 ساله، 44 ساله از ایران، 39 سالمه، ایرانیم، پناهنده ایرانی هستم، 50 ساله از ایران، 26 سالمه. از برخورد پلیس کرواسی و استردادشان به بوسنی میگویند. بعد از من پرسیدن که شما افغانی هستی یا ایرانی، ما گفتیم ما افغانیم، گفت نه شما ایرانی. بعد گوشیامونو، وسایلمونو، حتی وسایل شخصیمونو، همه چیزمونو گرفت، در بدترین شرایط ما رو دیپورت کرد. پناهجویان به ما گفتند وقتی گیر پلیس کرواسی میافتند نه تنها کتک میخورند بلکه پول و موبایل هایشان را هم از آنها میگیرند. ولی پلیس کرواسی هر دفعه که رفتم کتک هم زده، لباسه هم گرفته، گوشیم، پول هم اینا، هر دفعه که رفتم، الان خیلی وقته تقریبا اینجا هستم، هر سری که رفتم لختم کرده فرسیم. انسان ها رو داره اونجا میزنه و جایی دیپورت میکنه که تا اولین روستا حداقل باید 30-40 کیلومتر پیاده روی کنی. برخی خانواده اند، همراه با زن مریض و کودک خردسال. ما رو مورد ضرب و شتم قرار داد، جایی که دیپورت شدیم برگشتیم. خانمم خیلی بدحال بود، خانمم مجبوراً به بیمارستان داخل سارایوو انتقال دادن. بچه‌مون رو از دست دادیم، خانمم کورتاژ شد. دو تا بچه ریزم همرامه زیر سنم هستن. بعضی تجربه 10 بار تلاش ناموفق برای گذر از مرز را دارند. حدود 18 ماه تو خاک بوسنی هستم و بیش از 35 بار گیم زدم. امیر در کرواسی از دره به پایین پرت شده. کشور کرواسی. میگوید بعد از بستری شدن در بیمارستان کرواسی او را به بوسنی استرداد کرده. در درون دره افتادم و کمرم آسیب دید. مدت یک روز در بیمارستان در کرواسی بستری بودم. اونجا درخواست دادم برای اینکه بمانم در اون کشور، چون جزء اتحادیه بود، درخواست پناهندگی دادم، اما پلیس متاسفانه به درخواست من توجه نکرد و منو در جنگل‌های اطراف کشور بوسنی دیپورت کرد. در حالتی که تنها بودم، هیچ وسیله‌ای نداشتم، همه وسایل منو گرفته بود، موبایل منو گرفتن
و حتی اسپری تنفسی منو گرفتن چون من مشکل آسم داشتم. وزارت کشور کرواسی که به پلیس این کشور نظارت می‌کند، درخواست ما را برای مصاحبه رد کرد و بیانیه مطبوعاتی که منتشر کرده بود را برای ما فرستاد. پلیس کرواسی مطابق وظایف قانونیش در تأمین امنیت و آرامش برای شهروندان از مرزهای این کشور در برابر مهاجرت و اقدامات غیرقانونی محافظت می‌کند. به اطلاع عموم مردم کرواسی می‌رسانیم که ما با دومین موج از اتهام‌های بی اساس علیه پلیس کرواسی روبرو شده‌ایم. از زمان انتشار این ویدیو در روز چهارشنبه، کرواسی دوباره زیر باد انتقاد است. ویدیویی که 4 مأمور کروات را نشان می‌دهد در آن سوی مرز و گفته می‌شود این پناهجویان را زده‌اند. کرواسی می‌داند که این گزارش‌ها می‌تواند الحاقش به پیمان شنگن را به خطر بیندازد. ویدیو را بررسی کردیم و تخلف‌هایی در اون دیدیم که شما هم متوجه شدید. اما افرادی مثل اینها از مرز قانونی وارد نمیشن و جز پناهجویانی که در خطر باشن نیستن. اکثرشون مرد بدون خانواده‌ان که از طریق جابجایی سازمانیافته از بوسنی میان. Bez obitelji koji organizirano dolaze do Bosne i Hercegovine. کرواسی یکی از کشورهای یوگسلاوی سابق است در منطقه بالکان. پناهجویان تلاش می‌کنند پیاده و از راه جنگل خود را از طریق بوسنی و هرزگوین به این کشور برسانند که جزو اتحادیه اروپا است، اما نه برای ماندن بلکه برای گذر و رسیدن به اروپای غربی از طریق اسلوونی، اتریش و سپس آلمان. طبق قوانین اتحادیه اروپا، هر متقاضی پناهندگی باید فرصت داشته باشد تا دلایل تقاضایش را ارائه دهد و بازگرداندن به این شکل غیرقانونی است. یک نهاد حقوق بشری موفق شده با جاسازی دوربین در جنگل‌ها این فیلم را از برخورد پلیس کرواسی با پناهجویان بگیرد. اینجا بازداشتگاه کرواسیه. فیلم دیگری که این نهاد در اختیار ما گذاشته، پناهجویان ایرانی را در بازداشت نشان می‌دهد که از سرما و وضعیت نامناسب بهداشتی شکایت دارند. بچه‌ها حالش خوب نیست. داره گریه می‌کنه، در رو شو نمی‌کنه. بچه‌ها می‌خوان دست بیارن. برای همین است که برخی بیشتر خطر می کند. مثل اینجا که پناهجوی زیر کامیون پنهان شده. گفته می شود منطقه بالکان است، اما ما نمی توانیم مستقلن زمان و مکان آن را تایید کنیم. رویا و دانیال با اینکه به بریتانیا رسیدند، هر دو نامه استرداد به کرواسی را دریافت کردند. یک ماه نشده که به مقصدشان رسیدند و دوباره استراب جا به جایی و برگشت به عقب. من واقعا میترسم از برگشت به کرواسی. فکر کردن به برگشت کرواسی واقعا برای من یک بزرگترین کابوس تبدیل شده. دلهره از بازگشت به کابوسی که یک بار زیستند. پرهام قبادی، بی بی سی. دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتینی فوتبال، در 60 سالگی درگذشت. علت مرگ او حمله قلبی اعلام شده. مارادونا که در 4 جام جهانی برای آرژانتین بازی کرد، 2 بار موفق شد به فینال برسه. او در سال 1986 بعد از نمایشی که به نظر خیلی‌ها بهترین عملکرد فردی یک بازیکن فوتبال در یک تورنمنت بزرگ، قهرمان جهان شد. مارادونا همچنین با تیم ناپولی 2 بار قهرمان ایتالیا و قهرمان جام یوفا شد. در بارسلونا هم جام حذفی رو برد. او در جام جهانی 2010 مربی تیم ملی کشورش بود. زندگی خصوصی مارادونا اما بسیار جنجالی و پرحاشیه بود و او بارها بر سر استفاده بیش از حد از مواد مخدر به دردسر افتاد. برای گفتگوی بیشتر درباره زندگی این اسطوره فوتبال، در استودیو پوریا ژافره، خبرنگار ورزشی ما، به ما پیوسته و همچنین امیر هاشمی مقدم، مربی فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی ایران از شهر نایمیخن هلند به ما پیوسته. خوش آمدید به برنامه. آقای هاشمی مقدم، با شما شروع بکنیم. شما در دوران مارادونا فوتبال بازی میکردید، وقتی اسم مارادونا رو میشنوید چه احساسی دارید؟ خب درود بر شما. مارادونا خب یک استثناء بود در فوتبال دنیا و این خواهد ماند 100% اسمشون. اون موقعی که ما اسمشو میشنیم یا بازیاشو نگاه میکردیم، واقعا ثانیه شماره میکردیم که پای تلویزیون بشینیم بتونیم بازیاشو ببینیم. و خب اون موقع شرایط اینترنت یا سوشیال مدیا به شکلی نبود که بتونه همه چیز رو دنبال بکنه، ولی خب امیدمون این بود که سر وقت تلویزیون، پای تلویزیون باشیم و
ببینیم حرکاتش رو، گرم کردنش رو، نحوه ضربه به توپ زدنش رو. برای ما که فوتبالیست نوجوانی بودیم اون موقع در زمان خودمون، بسیار جالب و جذاب بود کارهایی که میکرد. پوریا، 60 سالگی خیلی زود آدم انتظار داره ورزشکارا که به حال در دوران طولانی در زندگیشون سالم بودن بیشتر از اینا میکنن. البته من فکر کنم که تا همین 60 سالگی هم خوب دوام آورد با این مدل زندگی که مارادونا میکرد. این فیلم واقعا استثنایی هستش که در موردش همین سال پیش بیرون اومد، که تمام خیلی تمرکز داره رو زندگیش تو دورانی که در ناپولی بود، در ناپل بود، و نشون میده که تو فوتبال ایتالیا روزه یک شنبه بازی میکردن و بعد از دوشنبه تا چهارشنبه دیگه مشغول بود، از اعتیاد به کوکائین گرفته تا روابط خارج از ازدواج. و یه فیلم دیگه هم خیلی وقت پیش با امیر کوستاریتسا انجام داده که یه مصاحبه است با اون و برمیگرده بهش میگه که میدونی که من تمام این سالهایی که تو ناپل بودم خیلی موقعا هر هفته کوکائین میزدم. فکر کن اگه که کوکائین نمیزدم چه بازیکنی میشدم. آقای هاشمی مقدم، زندگی همطور که پوریا هم اشاره کرد زندگی پرحاشیه‌ای داشت مارادونا. البته فارغ از داستان پرحاشیه بودن زندگیش، از لحاظ فوتبالی چه تأثیری داشت بر نسل‌های بعدی فوتبالیست‌های جهان؟ خب ببینید، زندگی حاشیه دارش خیلی اکثر موقعی بود که دیگه واقعا خیلی از جاهایی رو که بعد مقام‌هایی رو که بعد به دست می‌برد، چه شخصی چه ملی، به دست آورده بود. متأ تأثیری که تو فوتبال دنیا داشت، ببینید مارادونا حتی قبل از جام جهانی سال 86 اگر اشتباه نکنم 4 بار بهترین بازیکن آرژانتین شد، 5 بار بهترین بازیکن قاره آمریکای جنوبی شد، حتی بهترین بازیکن قرن آرژانتین شناخته شد. خیلی سریع، یعنی خیلی سریع میدونستن که چه شخصیتی در فوتبال دنیا رشد کرده که در نهایت 86 توپ طلا رو برد و بهترین بازیکن جهان شد. ببینید مارادونا یه الگویی شد، یه به قول معروف یک انگیزه ای شد برای یک سری فوتبالیستای مخصوصا در منطقه خود آرژانتین، البته در تمام دنیا. من تو ایران بودم، هم بازیامون موقعی که ما نوجوان بودیم میدیدیم، همه میخواستن ادای مارادونا رو در من یادم نمیره موقعی که مارادونا تو ناپل بازی میکرد، موقعی گرم کردن بند کفشش رو باز میکرد، به سبک خودش میرقصید و گرم میکرد، کفش پوما پاش بود. فردا که میرفتم سر تمرین میدم، همه کفش پوما پاشونه. همه دوست داشتن با چپ ضربه به توپ بزنن، همه دوست داشتن جوراباشون رو تا زیر زانوشون بیارن بالا ببندن. در صورت این رولی که بازی کرد و انگیزه ای که داد مسلما خیلی خوب بود و نشون داد که از در کنار اون اراده بکنی به چه چیزهایی خواهی رسید. دیگه شما خودتون گفتین اول برنامه چه مقام‌هایی، چه شخصی، چه ملی به دست و چه قهرمانی‌هایی داشت و تقریبا هر چی که در زندگی فوتبالیش خاص به دست بود. حالا این صحبتایی که می‌کنن آقای هاشمی مقدم در مورد تلویزیون اینام جالبه. من یه خاطره خیلی عجیبی که دارم اینه، جام جهانی 86 به یک دلیل ایران تصمیم گرفته بود که تلویزیون پخش نمی‌کرد این بازی‌ها رو، یا با خیلی فاصله مثلا چند روز بعد پخش می‌کرد. و اتفاقی، خیلی اتفاقی، من شمال شهر چالوس بودم با داییم، و شما اگه تو شمال یا جنوب ایران بودین با استفاده از آبکش و نمیدونم یه چیزای فلزی و اینا سعی می‌کردین که از کشورهای همسایه یه جوری مسابقه‌ها رو نگاه بکنید. و بازی آرژانتین و ایتالیا بود و من همینجور خیلی هیجان زده شده بودم که داشتم فوتبال نگاه میکردم، فوتبال درست حسابی خارجی واسه دفعه اول، و یه توپی اومد به همین مارادونا رسید، با بغل پا زد رفت گوشه دروازه. و من خیلی اصلا برام عجیب بود چجوری اینطوری به توپ ضربه زده، که داییم گفت این دیگو مارادوناست، این دیگو مارادوناست. و اصلا اون لحظه هنوز تو ذهنم مونده و تبدیل به یه اسطوره بود. یعنی حتی مادر بزرگ منم که فوتبال اصلا علاقه نداشت میشناختونه. من یادم شلوارای جین رو، اگه که یادتون باشه تو اون سالها همسنین من، روش مارادونا میزدن که بیشتر فروش بره تو ایران. یعنی اصلا یک شخصیت و سلیبریتی دوران قبل از اینترنت و تلویزیون و گوشی‌های هوشمنده که همه به خاطر اسمش میشناختن این آدمو. آقای هاشمی مقدم، داستان دست خدا رو میتونید برای ما توضیح بدین؟ امروز دیدم که بسیاری از دوستداران آقای مارادونا داشتن میگفتن داستان دست خدا رو بهش اشاره میکردن. خاطرتون هست جریانش چی بود؟
ولی خب چیز ساده یه دست خودم فکر میکنم به خاطر گلی که به انگلستان زد و بعدش خودش هم وقتی که ازش پرسیدم با دست زدی گفت بله خب دست خدا بود، یعنی خودش رو با دست گل زد. بله توپ رو با دست زد تو گل، بله بعد خودش هم اعتراف کرد. و چطور قبول شد اون گل؟ خب گل اون موقع خوب، الان تکنیکایی که الان داریم اون به قول معروف ویدیو فار که نبود اون موقع، هم چیزهایی نبود و انقدر سرعت کار زیاد و انقدر زیرک بودیم بازیکن، کسی تصور نمیکرد که با دستش زده باشه. اگر چند بار صحنه آروم شاید اون لحظه رو میدیدید حدس میزدیم با دست زده، ولی خب با سرعت خیلی خوب بالا رفت و توپ و جلوی چشم دروازه‌بان با دست زد تو گل. و از اون به بعد من اگر اشتباه نکنم مصاحبه‌ای که باهاش کردن پرسیدن که چی شد با دست زدی، گفت دست خدا بود. و این دیگه از اون به بعد به این شکل جا افتاد در ذهنیت فوتبال دوستان. ولی در صورت حالا با دست زد یا نزد، اون مارادونا یک فوتبالیست استثنایی بود، فوتبالیست پر دل و جرأت، فوتبالیستی بود که به شکل فوق‌العاده فیزیک خیلی خوبی داشت، نه فیزیک خوب فقط در موقع بازی. من به پوریا عزیز گفتم، من یادم نمیره وقتی که بارسلون بود آسیب دیدگی پیدا کرد، به شکل سه جای مچ پاش شکست، ولی چهار ماه بعد جلو سویلیا بازی کرد، دو تا گل به سویلیا زد. این از استثناهای تاریخ فوتباله که یک بازیکن پاش از چند جا بشکنه، چهار ماه بعد فوتبال بازی کنه، دو تا گل بزنه، یک بازی بسیار مهم. یا مقابل ریال مادرید فینال جام حذفی بازی کرد، تماشاچیای ریال براش دست دادن وقتی اون گل بشن بزن. بیشک یک اسطوره بود و ایده به او میگفتند یک نابغه دیوانه. متشکرم از هر دوی شما، امیر هاشمی مقدم مربی فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی ایران و پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی.